روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنانکه افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. کرم برای زخم معده مفید است. اکنون ادامه آن را با هم می‌شنویم. پوکی استخوان و کم شدن کلسیم. در ترکیب کرم مقدار زیادی کلسیم موجود است. این کلسیم در ارگانیسم آسان هضم می شود. از این سبب استفاده کرم هنگام پوکی استخوان و شسته شدن کلسیم از استخوان ها، اینچنین در هر حالتی که زیاد کردن مقدار معدن در ارگانیسم لازم است، چاره ضروری می باشد. بیماری قند. از سبب در ترکیب کرم کم بودن کربوهیدرات ها و از ویتامین ها و معدن ها غنی بودن آن از طرف بیماران کلسیم، قند خوب قبول می شود. اسکاربوت. مقدار ویتامین سی ترکیب کرم به مقدار این ویتامین در افلیسون برابر است که امکان داد این سبزوات به حیث ضد اسکاربوت استفاده کرده می شود. در مملکت‌های اروپایی مرکزی و شمالی که در زمستان انسان‌ها نارسایی میوه‌جات و سبزیجات تر و تازه را احساس می‌کنند،
کرم یکی از بهترین منبع ویتامین سی می باشد. سرطان آزمایش های زیادی در حیوان ها گذرانده شده نشان دادند که استفاده دائمی کرم پیدایش و افزایش حجره های سرطان را پیشگیری می کند. کرم نمک کرده شده واسطه باثمره تازه کردن خون است که به وایه خوراکی بیماریان کلسیم قند و از چاقی عذاب می کشند استفاده می کنند. اصول های زیادی آماده نمودنی کرم نمک کرده یا ترش موجود است. خام کرم نمک کرده شده را بر روغن زیتون و علاوه کردن تلیم های افلیسون و سیب به دسترخوان می توان گذاشت. آماده شده بعد 25 دقیقه در آتش پست جوشاندن کرم ترش کرده شده را با کچالو و آب پست پیوری کچالو یا محصولات لوبیایی استفاده می کنند. خانواده کرم ها همه نوهای کرم به خانواده کرم ها پالیاس تعلق داشته، بسیاری از نوهای آن به یک نمود تعلق می گیره. کرمی پالیاس زیاده از 100 نوع کرم موجود است که در پایان تنها مشهورترین آنها آورده شده است. برگ کرم یک نوعی از عنصرهای گازدار غنی می باشند. بیتاکراتین، ویتامین سی، و معدن‌های پتاسیم، کلسیم و مگنیزم را مخصوصاً باید ذکر کرد. آن از کلروفیل و گاز غنی می‌باشند. مزه برگ کرم نسبت به دیگر نوع‌های کرم لذیذ‌تر است. به سبب زیادی برگ‌های آن سخت است و برای خام تناول کردن موافق نیست. آن را در شکل آب پز یا اینکه اندکی ترش کرده شده تناول کردن بهتر است. کرمی کله سفید برگ های سبزی بلندی ملایم نوعی بر وقت آن بسیار بامزه است. آن برای آماده نمودن دلمه و دیگر خوراکی های طبعی دل می باشند. میده کرده شده آن را در شکل خام نیز استفاده بردن ممکن است. کرم بروسلی از نقطه نظری گسترنامیا کرم بروسلی با سیر محصولی و لذتی کرم به شمار می رود. کرم بروسلی از ویتامین های اساساً A، و سی و معدن‌های مخصوصاً پتاسیم، کلسیم، آهن و سلفر غنی می باشد. کرم بروسلی میان دیگر نوع‌های کرم از جهت در ترکیبش زیاد داشتن کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها فرق می کند. کرم سیوایی حاصل یکمی کرم سیوایی را بهار وقتی که رستنی برگ های روشن و ملایم دارد. جمع‌آوری می کنند آن را معمولاً در آبی با علاوه کردن کمی روغن می جوشانند یا عموماً خام استعمال می کند. حاصل تابستانش برگ های سبزی روشن داشته و خیلی زیاد بامزه می باشد. آن را کمی می جوشاند در شوربای سبزواتی استفاده می کنند. کرم سیوایی نسبت به دیگر نوع‌های کرم از ماده های گازدار غنی می باشد. کرم سرخ کله کرم کله سرخ نسبت به دیگر نوع‌های کرم کمی شیرین تر است. نسبت به دیگر نوع‌های کرم مقداری کمی پروتین ها و ویتامین ها و معدن ها دارد که خوراک های آن استفاده برده می شود. لعابدار می گردد. کرم چینی کرم چینی غذاناکی خیلی پست دارد. در آن کربوهیدرات ها،
روغن ها، پروتین ها و در نتیجه کلوریه کم است. اما در آن مقدار زیادی بیتاکراتین و مقدار معینی ویتامین سی موجود است. کرم سنگی برگ های تاش کرمی مثل دیگر نوعهای کرم از ویتامین و معدن های غنی می باشد. از ماده های غذاناکی از همه بیشتر مگنیزیم و بیتاکراتین دارد. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. خوراکاهای به ضرر به افسردگی دوچار می سازد. سالهایی که دانشجو بودم به یاد می آورم. وقتهای بسیار به اهمیتی بود. می خوانی و فقط برای خودت زندگی می کنی. پر انرژی، دیوانگی ها و آرزوهای بلند هیچ مشکلی نیست. فقط پول را صرفه‌جویی کردن نمی توانی، او هم مخصوصاً برای غذا. لازم می شود که یک چیزی آماده شده از بازار بخوریم و مثل همیشه برگر می خوری، گرچند لذتی حس نمی کنی. گذشته از این، با آن مبلغ ذخیره شده می توانی یک بکس و لباس زیبا بخری. تو فقط می خواهی زیبا به نظر برسی و دقت همه را به خود جلب کنی. برای تو این چیزها آشنا است. بعضی وقت چیزهای آماده شده سرسرک را می خوری برای آن که تو وقت نداری یا که خواهش آماده کردن را نداری. این از آن چیزهایی که روزنامه من در باره غذاها می گوید. 16 جولای 2000 روز یک شنبه. سلام روزنامه من. تو فکر میکنی که من تو را فراموش کردم. نه خیر، فراموش نکردم. فقط بعضی کارها را انجام دادن لازم است و باز در دانشگاه یگان کار را بر سرت بار میکند. آدم بسیار میخواهد که وقت به گذشته برگردد. دوران بیپروایی مکتب را میخواهد دوباره برگردد. در دوران مکتب تو وقت بسیار داری، با دوستانت سیر و گشت میکنی. تعطیلی 3 ماه پوره سال. والدینت همیشه در کنارت، از تو مراقبت می کند. همه چیزهای لازمیت را می خرد. مادرم همیشه شیرینی های با لذت آماده می کند که من دوست دارم. بسیار یاد کردم کیکی علوی مادرم را. عاشقش هستم. بیا بر می گردیم فوراً به کار. من در مورد آن غذاهای ضررناک می گویم که تو حیران می شوی.
من هم حیران شده بودم همان وقت، ولی این طور است. من خیلی وقتهای پیش با این مبارزه کرده بودم. این را حتی به تو هم نگفته بودم. دیگر خاموش بوده نمی توانم. گوش کن، بعد از آن که 3-4 ساعت پیش از خواب غذای شب خوردن را یاد گرفتم، مرتباً صبحانه خوردن را آغاز کردم. نه برای این که ضرورت داشتم، بلکه میل پیدا شد. که این کار را کنم. تو حتی تصور نمی توانی که چطور گرسنگی سبک در سحری لذت بخش است. من این را به تو می گویم. برای برخی از آشناهایم سحرخیزی بسیار مشکل است. صبحانه خوردن و لذت این را حس کردن، اینک من ملاحظه می کنم که عادت خوردن بعضی نمودهای غذای ضررناک را در حال ترک کردن هستم. من از همان وقت ها خود را وادار ساختم که چای شیرین و شیرینی باب را نخورم. این بسیار مشکل بود. من بسیار زود حلیم شدم و از این افسردگی، شکنجه و رنج کشیدم. از خوردن غذاهای ضررناک پیشگیری کردم. از وقتی که فهمیدم آنها چقدر مضرند. چنین به نظر می رسد که این غذاها باعث افتیدن دندانها می شود. و دیگر با خوردن این غذاها آدم همیشه خودش را گرسنه حس می کند و می خواهد چیزی بخورد. بسیار آدمان که خودشان را از خوردن غذاهای هر گونه محروم ساخته از سبب آن لاغر شدند، کسانی که چیزهای با مزه و معده را بلعیده نمی تواند، از درد معده و وزن اضافی رنج می کشند، این باعث درد و خود را در ایام جوانی بدحس کردن می شود. حالا تو می توانی بفهمی که این چقدر خطرناک است. خواهش خوردن صبحانه از آن وابسته است که آن خوراکه ها چقدر لذیذ و هضم کننده است. کدام وقتی غذای شب را 3-4 ساعت پیش از خوابیدن خورده ای؟ یا که با معده پر خواب کرده ای؟ نتیجه آن چی طور بوده می تواند؟ ترس و دهشت در خواب. بله، در خوردن همه روابط متقابل است که همین روز کوشش کن که از خوردن بیسکویت و کیک هایی که به تو ضرر آور است خودداری نمایی. این کار را تو می توانی. بگذار این موفقیت کوچکی تو در طرز زندگی جدیدت باشد و غذاهایت را تغییر بده. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است.
وحی امید بخش شیطان دشمن مغلوب گشته می باشد. مسیح او را در صلیب مغلوب کرد. در آنجا محبت بیکران خود را به تمام عالم نشان داد. در آنجا او فدیه گناهان من را داد. لیکن این خاتمه نیست. متوجه باشید. عبریان باب 4 آیه 15 و 16 زیرا ما چنان سرکاهنی نداریم که در ناتوانی برای ما دلسوزی کند، بلکه او مانند ما در همه چیز از مدعی وسوسه شد ولی گناه نکرد. بنابراین با جرأت به تخت فیض نزدیک می آییم تا اینکه مرحمت به دست آوریم و برای مددی سری در وقت فیض یابیم. آیا خدا باوری نجات مایان چاره‌ای نمی اندیشد؟ او بدون عمل نمی نشیند. خداوند در آسمان سرکاهن ما می باشد. با قربانی آورده خیش او ما را شفاعت می کند. فیض او برای تو نوابسته در حالتی که باشی امروز مهیاست. خداوند همه وقت چاره‌ای می اندیشد. در کتاب وحی آمده است که خدا باید دوباره عملی را انجام دهد. باری به گناه و درد و رنج خاتمه داده می شود. خدا شیطان را نابود می سازد. شیطان و ظلم را به طور ابدی نیست می کند. در این باره وحی چنین می گوید. وحی باب 20 آیه 10 و ابلیس که آنها را فریب می کرد در کول آتش و کبریت انداخته شد که در آنجا حیوان وحشی و نبی کاذب هستند و آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند کشید. پیامبر حزقیال به این علاوه کرده چنین می نویسد. حزقیال باب 28 آیه 18 و 19 من از درون تو آتشی خواهم بیرون کرد که آن تو را بسوزاند و تو را در روی زمین خاکستر خواهم کرد. تو مورد دهشت واقع گردیده ای و تا ابد نخواهی بود. باری شیطان محو شده به خاکستر مبدل می گردد و تا ابد نیستی می آورد. باری تمام عالم پاک می گردند. عیسی و قوم او ظفرمندانه حکمران خواهند گشت. کلام مقدس که از قدیم است و از امتحانهای زیادی گذشته است به ما می گوید. زمانی خواهد رسید که همگی در امنیت و محبت خواهد بود. دیگر گناه، رنج و عذاب باقی نمی ماند. خدا محبت است، سلطنت او از همه بهتر خواهد بود و تنها این سلطنت باقی می ماند.
شما می خواهید درباره محبت خداوند و نقشه های او از کتاب مقدس معلومات بیشتر پیدا نمایید؟ در برنامه های آینده ایمان ما چندین مراتبه درباره مشکلات های زمان معاصر، جنگ و ناآرامی ها حکایت خواهیم کرد. کلام خدا به ما بسیار چیزها را نشان می دهد. ما خواهیم دانست برای چی شیطان اینقدر به خدا و بندگانش نفرت می ورزد. درباره نقشه نجات بشری و راه های عملی گشتن آن معلومات بیشتر خواهیم گرفت. درباره واقعیت داشتن زندگی ابدی خواهیم دانست. ما در مورد بازگشتن دوم باره عیسی مسیح خواهیم شنید که کلام خدا چه می گوید. در مورد رمز حیوان، فاحشه بابل، در زمین مرکز کائنات گشتن و اینها چگونه عملی می شود معلومات خواهیم یافت. در دوام تمام برنامه های ما پرمهری خداوند را خواهیم دید و محبت بیکران او را خواهیم درک کرد. شیطان در آسمان اسیان برداشته و تفکرهای خود را امروز نیز عملی می سازد. پیوسته ما را به دام وسوسه هایش گرفتار کرده می خواهد از خدا دور کند. یگان سپر ما این است که زندگی خود را به مسیح ببخشیم. هرگز دیر نمی شود و یا بر وقت نیست تا اینکه ما پیروی مسیح شده راه او را انتخاب نماییم. همین حالا ما می توانیم در این نبرد در کنار او باشیم. در خاتمه این برنامه ما امکانیت داریم که زندگی خود را به مسیح ببخشیم. در هر درجه ای که شما محبت و حقیقت‌های او را درک می کنید، می خواهید حل تمام مشکلاتتان را بر دوش عیسی واگذارید و در این نبردی که تمام عالم را فرا گرفته است، می خواهید طرفدار خدا باشید. اگر چنین است، پس بیایید دست دعا بالا ببریم. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.